یکی از رسومی که از دیرباز جزء فرهنگ ایرانی ها بوده، سفره های نذری است. خوراکی هایی هم که در این سفره ها استفاده میشه، متناسب با ویژگی های اقلیمی هر منطقه است. اسلامی گزارش میدهد. یکی از آیین‌های جمعی ما گرد آمدن دور سفره است که در فرهنگ ما قداست دارد. توی فرهنگ ایرانی سفره عقد داریم، سفره هفت سین داریم، سفره شب یلدا داریم، سفره شب عقد داریم. بفرمایید که سفره‌های نذری فلسفه‌اش چی بود؟ چطور شد که ما به این فکر افتادیم؟ سفره ها نمادی از کشاورزی بودند. سفره هایی که زمین مینداختن سبز رنگ بودش، نماد زمینی بود که در حال رشد بود، و سفره ای که سفید بود مینداختن نماد زمینی بودش که در قبل از پرورش گندم و کشاورزی بودش. به همین ترتیب سفره ها رو نذر ائمه و خاندانشون میکردن. ما میدونیم که انواع و اقسام سفره های نذری رو داریم توی تهران. توی تهران میتونی بگید توی تهران چه ویژگیایی دارن؟ تو تهران بیشترین سفره که انداخته میشه سفره حضرت رقیه هستش و سفره ابو حضرت ابوالفضل و سفره امام حسن. سفره حضرت رقیه فکر می‌کنم ساده‌ترینش و بله بله سفره حضرت رقیه ساده‌ترین سفره هستش که مینداختن که یا در داخل منزل برپا می‌شده یا در امامزاده‌ها و اماکن مقدس این سفره رو مینداختن، که محصولاتش هم چیزایی که در سر سفره قرار می‌دادن نون و پنیر و سبزی و خرما بوده. نوع سفره در تمام شهرهای ایران یکی هستش، ولی به مناسبت اون غذاهایی که می‌ذاشتن به نوع اقلیم و جغرافیای هر منطقه نوع مواد غذاییشون تغییر میکنه. یعنی مثلا شاید آشی که تو تهران میپزن به یه صورت باشه، آشی که تو خراسان میپزن به نوع دیگه‌ای باشه که داخل سفره قرار میدن. خب خانم جعفری، شروع و پایان هر سفره کلام چی بوده؟ چه دعاهایی خونده میشد؟ شروع تمام سفره ها با ذکر توسل به آقا امام زمان بوده که دعای اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن خونده میشه. دعاهایی که خونده میشد دعای توسل به امام زمان، دعای توسل به حضرت ابوالفضل یا زیارت حضرت رقیه. برای اتمام سفره بعد از دعا ذکر مصائب ائمه و با سوگواری دعاهاش تموم میشه، که بعد شروع میکنن به میل کردن مواد خوراکی که تبرک شده و دعا خونده شده در داخل سفره. غیر از منازل توی بعضی از امامزاده هم تو تهران رایج هست که سفره رو میندازن. کجا بیشتر؟ امامزاده یحیی، امامزاده سید نصرالدین، شاهزاده عبدالعظیم، امامزاده صالح، بقیه حمیده خاتون اینجا خونده میشدش، سفره پهن میکردن. بله هنوز هم رایج هست تا اندازه. بله بله هستش، منتها خب خیلی ساده باید برگزار بشه و بیشتر کمتر شده، ولی بیشتر نذریاشون رو میبرن اونجا، سفره ها رو پهن میکنن. بیشتر چه چیزایی توی سفره میذاشتن؟ این سفره حضرت ابوالفضل درست میگن؟ بله بله، سفره حضرت ابوالفضل خب به نسبت سفره های دیگه برکت بیشتری داره داخلش. سفره همونطور که ملاحظه میفرمایید عدس پلو هستش، آش رشته، حلوا، شله زرد، خرمایی که مغزش باید حتما هستش گرفته بشه داخلش مغز گذاشته بشه، نون پنیر سبزی، آجیل مشکل گشا، میوه، تمام اینا باید داخل سفره باشه. و همچنین شمع هایی که داخل سفره میذاشتن هر کدوم نمادی بوده، مثلا اگه 5 تا شمع میذاشتن نماد 5 تنه آل عبا بوده، یا 12 تا میذاشتن به اسم 12 امام، یا 14 معصوم 14 تا میذاشتن داخل سفره.